سلام دوستای عزیز، وقتتان بخیر. خدا کنه که همهتون خوب باشین. خوش آمدین به ولاگ جدید. فره هستم، خرسند میشم که ویدیو رو تا آخر ببینین و کانال یوتیوب ما همچنان سابسکرایب بکنین. یادتان باشه که چی اضافه وزن داشته باشین، چی بیش از حد لاغر باشین، چه قدتان بلند باشه، چی کوتاه، فرقی نمی کنه که جلدتان چی رنگ است. شما در هر حالتتان زیبا، دوست داشتنی و با ارزش هستین. فراموشتان نشه که باورهایتان زندگیتان شکل میده. ای باورهایی که به خاطر وزن، قد، رنگ پوست یا هر چیز دیگه یه فکر میکنیم زیبا نیستیم، همه اینا را جامعه و رسانه ها به شکل های گوناگون به ذهن همه ما داده. شما نقشتان در ای دنیا و در زندگیتان به آغوش بگیرین و اجازه نتین کس دیگه براتان معیارهای زیبایی شما را تعیین کنه. خودتان همیشه بالا بگیرین و همیشه چراغ امید، نور و عشقی باشین که این دنیا به اون نیاز داره. خودتان در هر حالت دوست داشته باشین، چون ما زنها لایق بهترین ها هستیم. ما هستیم که به کلمات مثل عشق، محبت و زندگی مفهوم میبخشیم. موضوع ولاگ امروز یک موضوعی است که بسیاری از خانم‌ها البته از ما پرسان میکنن در اینستاگرام، مخصوصا خانمایی که طفل دار هستن. از ما زیادتر پرسان میکنن که چرا کم وزن تا بعد از اینکه طفلت به دنیا آمد وزن تا کم کردی. همیشه وزن ما کم بوده. من متاسفانه یا خوشبختانه استعداد از این ندارم که چندان وزن بگیرم. قبل از اینکه طفلک ما به دنیا بیایم، ما در سه ماه اخیر بارداری حدود 67 کیلو شده بودم. یعنی 67 کیلو برای من بسیار زیاد است. من بالاترین وزنی که تا حال گرفتیم 56 کیلو بوده است. 56 کیلو بالا هیچ نرفتیم. و قبل از اینکه من باردار شوم 54 کیلو بودم. در سه ماه اول بارداری باختن وزن یا کم شدن وزن یک چیز خیلی نرمال است که من هم بسیار زیاد وزنم کم شده بود، خیلی ضعیف شده بودم. ولی بعد از سه ماه اول بارداری آهسته آهسته وزن زیاد میشه که از من هم آهسته آهسته زیاد شد. بعضی از خانم‌ها هستن که در وقت بارداری اصلا هیچ وزن نمیگیرن، ولی بعضی از خانم‌ها هستن که بیش از حد وزن میگیرن. من در جریان بارداری هم وقت خوراک کلانم باردار بودم و هم وقت طفلک دومم به دنیا می آمد، من خیلی زیاد پیاده روی می کردم. حتی روزایی شده که من اضافه تر از 4 کیلومتر پیاده روی کردیم و این به هیچ وجه نقص نداره، فایده داره اما نقص نداره. نوشیدن آب زیاد خیلی کمک میکنه به اینکه شما وزن زیاد نگیرین. بعد از اینکه طفلم تولد شد، ما هیچ کدام رژیم غذایی را دنبال نکردیم، برعکس بسیار زیاد غذا میخوردم. وقتی طفل به دنیا میایه، مهمتر از این که مادر وزن ببازه ای است که مادر باید درست تغذیه شوه. بعضی از اشخاص خدا یار جانشان وقتی کس طفلش به دنیا میایه، به جای از این که مادر بگویه که تو باید درست تغذیه شوی، تو باید درست غذا بخوری، عاجل برش شروع میکنه به گفتن از این که تو چاق شدی، شکمت کلان شده، تو خودت باید لاغر کنی، چه رقم خودت لاغر میکنی. یک مادر وقتی طفلش به دنیا میایه از این گپا کده زیادتر ضرورت به این داره که شما برش بگوین که تو در هر حالت زیبا هستی، تو باید بیشتر متوجه صحت خودت و صحت طفلت باشی. بر من از کم کردن وزن کده مهمتر و در اولویتی بود که باید کمبودات غذایی که به خاطر بارداری و به خاطر تغذیه یک طفل مادر می داشته باشه، باید ما اون رو تکمیل میکردم. از خاطر ما هیچ نوع کدام رژیم غذایی رو دنبال نکردیم، ولی به یک موضوع خیلی دقت کردیم که آب زیاد بنوشم، 1.5-2 لیتر آب باید بنوشم و همچنان پیاده روی بکنم.
که هم در جریان بارداری و هم بعد از بارداری به خاطر تعادل وزن و به خاطر کم کردن وزن خیلی بر من کمک کرده که من تا هنوزم پیاده روی میکنم و همچنان آب زیاد مینوشم. چون برای من اولویت این بود که من طفل من درست تغذیه بکنم و خودم ضروریات که بدنم برای فعلا حس میکنه اونا را پورا بکنم، نه ای که من برم عاجل کرده وزن خود کم بکنم. چون وقتی یک مادر طفلش به دنیا میایه و یک طفل مادر با شیر خود تغذیه میکنه، اگر مادر درست تغذیه نشوه طفل ضروریات بدن خود از وجود مادر تکمیل میکنه، اما مادر در اون حالت متضرر میشه. وقتی بعضی خانم ها پیش از وقت دندانشان میفته، همیشه پای درد، کمر درد، جان درد میباشن، ریزش موی، خراب شدن جلد، پیری زودرس، تمام از اینا از جمله عواقب تغذیه ناکافی یک مادر هستن. قسمه که گفتم بعد از به دنیا آمدن طفلم ما کدام رژیم غذایی را دنبال نکردیم، فقط یگانه کاری که کردیم ما پیاده روی زیاد کردیم. روزایی که فرصت میشد کوشش میکردم که ورزش بکنم در خانه، البته چون ما جیم نمیرم، ما فقط پیاده روی زیاد کردیم، آب زیاد نوشیدیم، ولی رژیم به هیچ وجه نگرفتیم. اما ما قسمی هستم که غذا را طبیعی خودم کمتر میخورم به نظر دیگرا، به نظر خودم زیاد غذا میخورم، به نظر دیگرا البته کم غذا میخورم. طبیعی ساختمانم هم یکم است که کم غذا باید بخورم و چیزایی که من یا که هیچ نمیخورم یا بسیار کم استفاده میکنم گوشت است. گوشت مثلا من اگه دو بار بخورم در 24 ساعت دیگه گفته یکم تا حال ما به هم میزنه. ولی روغنی زیاد میخورم، من روغنی خیلی خوش دارم. قرمه وقت روغن نداشته باشه، روغنش هم تو زیاد نباشه، برام مزه نمیده. ولی نوشابه های گازدار نمی نوشم، انرژی باب بسیار کم یکان وقت اگه بنوشم. نوشیدنی مورد علاقه ایم فقط آب است. خدا کنه که خسته نشده باشین از گپ زدنهایم، از قصه کردنهایم. هر ویدیویی را که جور میکنم قسم یکم به فکرم زیادتر میشه. و ای بود ولاگ امروز. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و تا آخر ویدیو دیده باشین. اگر خوشتان آمد ویدیو را با دوستایتان شریک بسازین، ویدیو را لایک بکنین. دوستایی که صفحه اینستاگرام ما فالو نکردن میتونین صفحه اینستاگرام ما فالو بکنین. اینستاگرام ما @ramin_farah58 است. همین جای گانجوی شتا میکنم همین طرف ها. و چنل یوتیوب ما همچنان سابسکرایب بکنین، فراموشتان نشه. دکمه زنگوله را فشار بدین که از اپلود ویدیو های نو با خبر شوین. تشکر که ویدیو را تا حال دیدین. متوجه خود باشین، زندگیتان به زیبایی قلب مقبولتان. خداحافظ.